سلام بر همه دوستان و تمام هموطنان عزیزم و تمام میهن پرستان. امروز خبر بدی دارم، خیلی دردناک. کسی که عاشق ایران بود و وزیر اطلاعات بختیار بود، دکتر سیروس آموزگار، خبردار شدم که در 87 سالگی فوت کرده. این شخص به قدری متین بود و چقدر باهوش بود و چقدر اطلاع داشت. این مدت فقط سکوت کرد، ای کاش تمام حرفا رو میزد. باری وقتی که با بند 4 بحث بودیم، اندرزگاه 4، من با دکتر سیروس آموزگار، میرفرند رسی، عباس قلی بختیار، دکتر رزمارا، پروفسور پویا، تمام کابینه بختیار توی اتاق بودیم، تیمسار مکری و رئیس فدراسیون فوتبال و چندین نفر دیگه، و این داستانها رو میگفت و چقدر روشن بود. مردی بود با تعصب، با غیرت و تنپرست و آرزوش بود که ایران برگرده به سر جاش. به طور کلی شهر خوش‌شهری بود که تن نداد به ماجرای فرقه دموکرات. من موقع 11 سالم بود، ولی چون خیلی زود رفته بودم دبیرستان، در کلاس 8 دبیرستان درس می‌خوندم در 11 سالگی. ما رو برده بودن برای در یکی از این مراسم فرقه دموکرات رژه بریم، و ما رفتیم، رژم رفتیم. وقتی که برمیگشتیم، به طور خودجوش، واقعا کسی ما رو تحریک نکرد، اینو میخوام صراحت بگم، ناگهان وسط خیابان شروع کردیم سرود شاهنشاهی رو خوندم. قبل از مرگش هم نصیحت کرده که هیچ کس براش گلی نبره، هر کی بخواد پول گل بده یه درخت تو ایران بکاره، چون میدونه ایران فضای سبزش کم شده و مردم اون اکسیژن کامل رو ندارن. ببین تو قبل از مرگش هم چقدر به فکر ایران بوده. بعد از قصر همگی ما رو منتقل کردن نوین، در اتاق 2 طبقه اول. باز ما همگیمون تو اون اتاق بودیم. داستانهای زیادی تعریف کرد. این واسطه بین شاهنشاه و خمینی بود.
و سعی میکرد که همه چی به آرامی تموم بشه، همه سر جاشون باشن. ولی خب موفق نشد و دردی که ناراحتی کشید از گروهی که با خمینی بودن، افراد کمونیست مثل قدزاده ها، یزدی ها، شما حساب کنید، حفظ شد که این داستان رو نگفت و رفت. وقتی که نگاه میکردم به تلویزیون که داشت پخش میکرد مراسم وداع شاه رو از ایران، خب خیلی ها از جمله خود شاه میدونست که سفر آخرشه و به همین دلیلم اشک تو چشماش بود و دیدن این افسران و اطرافیان وفادارش که نمیدونستن چیکار بکنن، خب خیلی من رو ناراحت میکرد. میدونید البته خب خیلی از حکومت ها در طول تاریخ عوض شدن، از این به بعدم خیلی ها عوض خواهند شد، اما به هر حال حادثه غم‌انگیزیه. اونم احساس این که یک عده دانسته یا ندانسته روی شاخه نشسته و داره ته شاخه رو با اره می‌بره. من از پنجره داشتم نگاه می‌کردم و مردم می‌دیدم که توی خیابون همینطور شادی می‌کنن و پرواز می‌کنن و آواز می‌خونن و فلان این حرفا. شاید باور نکنم ولی من واقعا دلم می‌سوخت به حال مردم، چون معلوم بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. ایشون یک نویسنده پرقهاری بود و قلمش حرف نداشت. وقتی که من رفتم پاریس، او و عباس خالی با هم رفتیم میشه شاپور بختیار، صحبت هایی کردیم در پاریس، دستور دادن وکیلشون در عرض یک ماه برای من و کامبیز پاسپورت فرانسوی و کارسجور فرانسوی گرفتن. این مرد خیلی عاشق ایرانی ها بود و عاشق ایران. افسوس که زود از میان ما رفت. نشسته بودم، بود ساعت 10:30 بود، در زدند و یک گروهبانی اومد تو با این تفنگش و یه ادای احترام کرد و گفت ببخشید آقا، تکلیف ما چیه؟ گفتم چه تکلیفی؟ گفت برای اینکه من رو با 3 سرباز اینجا گذاشتم برای حفظ جان شما، الان خب چیکار کنیم؟ من چون ارتباطم قطع شده است با سرباز خونم این حرفا. گفتم من ایستم از این ماجرا گذشته دیگه، تو هم برو رفقاتم بردار و برید به سرباز خونه. گفتش که من بذارم برم، ببخشید الان داره حالم باز تو هم بخوره، به من گفتن جان شما رو حفظ کنم، من به هر قیمت شده این کار رو میکنم و خودم و این سربازم تا فشنگ آخر و جان آخر. من کسی نیستم که در برم از وظیفم. ببخشید من واقعا ناراحت کرد. من از پشت میزم بلند شده اومدم اینور، این هم این توفنگشو گذاشت کنار میز، کنار دیوار، اومد طرف من.
سرشو گذاشت رو شونه من و شروع کرد گریه کردن. من از این آدم نمیشناختم، حتی اسمشم نپرسیدم، ولی من برای او در اون لحظه تمام سلطه یک حکومت بودم و این سرباز ساده حاضر نبود من رها کنه و بره. باری میبینم تمام کابینه بختیار مانند دکتر سیروس آموزگار، عباس قلی بختیار، میرفرند رسگی، همه یکی یکی از دنیا رفتن و هنوز جمهوری اسلامی سرپاس و مردم آواره. چه میشه کرد؟ چه میشه گفت؟ رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم غیر طبیعی، غیر انسانی و غیر علمی است و چنین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه. خب 40 سال ولی طاقت آورده. مهم نیست. در تاریخ 40 سال هیچ. اعتراض میکنید که 40 سال مدت زیادی است. نه، 40 سال مدت زیادی نیست. ما دفعه اولی که گیر این آخوندها افتادیم 200 سال طول کشید تا سر بلند کردیم. نوید مدت درازتری رو میدید. حالا به هر حال ممکن است که فردا باشه، ممکن است پس فردا باشد، ولی لزومی ندارد که شما یک متخصص علوم سیاسی باشید. کافی است که به اوضاعی که در ایران میگذاره نگاه کنید و خودتون ببینید اون ترک هایی رو که جامعه برداشته. داستان های زیادی داشتیم، خاطرات زیادی بود. من با دکتر سیروس آموزگار خیلی میشستیم با هم حرف میزدیم. هر روزم جلوی من وامیستاد و نرمش که میدادم ورزش میکرد و برای سلامتی خودش خیلی اهمیت قائل بود. در فرانسه روزی که در شانزلیزه با هم قدم میزدیم جمله که گفت شانزلیزه خیلی زیباست ولی به گرد خیابون پهلوی نمیرسه، زیبایی اون خیلی طبیعیه. گفت زیبایی مملکت ما طبیعیه، اینجا ساختگیه. حساب کنید این مرد چقدر عاشق ایران بود، عاشق فرهنگ ایران. خداوند روحش رو شاد نگه داره و همیشه ملت بهش افتخار کنن که یک وزیر پاک و با صداقتی بود. و بدونین که اینا جزء تاریخن. با امید روزهای خوب برای بقیه وطن پرستا.